بسم الله الرحمن الرحیم خسته هم هستید میدونم وقت خوبی هم نیست بعد از صحبت هایی که آقایون کردن یه ضرب مسئله قدیمی هست میگه حالیمه که جای آینه لب تاخچه و جای کفشم دم پادریه آقایون آینه بودن صحبت کردن بنده همون کفشم هم. و فقط اول جلسه من این نگرانی برام پیش اومد دیدم آقایون یکی یکی که می اومدن اف ها خیلی زیاد بودن بعد با توجه به همون کلکله کل که شما گفتین گفتم اینجا الان دعوا بشه اف ها رو الان <تصفح> فقط آقای سمدی و جناب قادری اف هندی بقیه ولی خیلی افتخار دادیم واقعا و حالا بعد از اون کتاب اسکندری واقعا روز بزرگی برای من مهمترین روز زندگیمون کتاب اسکندری بود بعدم این کتابه و حالا من این وعده هم بدم اگر عمر و توفیقی باشه کتاب فنجیار هم دارم جناب یزد از اون یه به من رفت در اونجا نشسته بودن داره آماده میشه ان شاء الله گفتگوی هم داره آماده میشه و در خدمت آقایون هستیم من حالا این عنوانه رو دیدم اینجا داشتم نگاه میکردم من ایران را دوست دارم به نظرم از همین نکته شروع بکنم برم حالا هم تیتوار نوشتم تونتون میگم که خیلی خصتون نکنم به خدمت شما عرض شود که من خودم به شخصه حالا من نباید بگیم باید بگم بنده از ایرانی بودنم خیلی خوشحالم واقعا حالا حرف شعاری نمیزنم واقعا میگم دوستایی که من میشناسن میدونن اهل شعار نیستم از ایرانی بودنم بسیار خوشحالم و به ایرانی بودنم افتخار میکنم من یه جوون لاوبالی که بخواد پول ریخت و پاش بکنه بره دبی به قولی عشق بکنه یا نمیدونم تو لاس وگاس باشه یا فلان باشه نیستم من یک ایرانی هستم که با گرونی دست و پنجه نرم میکنم با همه ای مشکلاتی که جامعه هم داره روبرو هستم و ترجیح میدم باشون بجنگم و میگم اصلا از اون تصویر ایدئال غربی که جا انداختن که خوشبختی هم چیزیه اصلا خوشم نمیاد و از همین چیزی که الان هستم با وجود همه ای مشکلات و اون تاریخ و اون پیشینه و اون جنگی که داشتیم به شدت راضی هستم و یه نکته جالبی هم اینه که ایرانی بودن هر روز داره سختتر میشه و به نظر من جذابترش میکنه حالا اونایی که رمان پلیسی میخونن شلوک هولمز رو میشناسن دیگه اون کارگاه افسانه ای همیشه میگه معما هر چی سخت باشه بهتره ایرانی بودن به نظر من هر روز داره سخت میشه و یکی از این تنزای روزگار واقعا رسانه های دشمن کارو به جای میرسونن که از ایرانی ها بخوان زامبی درست بکنن بخوان یه دادم مسخ شده ای رو درست بکنن که حتی از تیم فوتبال کشورش حمایت نکنه اصلا میگم اینا تنز روزگار واقعا یعنی دارن جوری کار میکنن من حالا خودم اهل رسانه ام 15 سال دارم تو رسانه کار میکنم این سناریو هایی که میارن واقعا اصلا توقع شما نداشتیم پارسال یه ایرانی ببینیم که بخوان آمریکا ایرانو ببره ایرانی بودن داره سختتر میشه و این برای من لذت بخشتره یعنی به آرمانی پایبندم که هی داره سختتر و سختتر میشه و به نظر من حالا ما دنبال اجر و نیستیم ولی اجرش هم بیشتر خواهد بود خب حالا من یه ایرانی هستم و به ایرانی بودنم هم افتخار میکنم یه عده قهرمان میشناسم باهاشون آشنا شدم و میخوام اینا رو معرفی بکنم آیا به همین راحتیه نه عمرن به این راحتی نیست تازه اولشه پدرت باید در بیاد حالا میخوام اینا رو براتون بگم یعنی تو این جلسه گذاشتم که یه ذره عقده هام رو بگم اون در دل رو باهاتون مطرح بکنم من حالا افتخار رو میگم به اینی که الان عضو کشوری هستم یک ایرانی هستم که طی دهه های گذشته و صده های گذشته شروع کننده هیچ جنگی نبوده یک سری قهرمان داره ما میخوام اینا رو معرفی بکنیم اما دشمن نمیگذاره و این دشمنه در دو جبهه ما باش روبرو هستیم حالا من قبل از این جلسه اعلامم کردم که کتاب رو نمایی خواهد شد یه ده از عزیزان که بعضیاشون هم اومدن تو جلسه کامنت گذاشتن گفتن که آقای وفای دست درد نکنه شما داری جهاد میکنی داری مبارزه میکنی من, من به اون دوستان میگم رو میگید واقعا واقعا این کار مبارزه است دو نوع دشمن رو عرض کردم خدمتون یکیشون رو که دشمن ظاهریه و بیرون از مرزها هاست خدمت شما بگم اینم هم هم خنده داره هم گریه داره من اون مطالب پرونده محمود اسکندری در رسانه که کار کرده بودم 17-18 شده بود مقاله گفتگو خیلی زیاد شده بود بعد یکی از دوستان رسانه به من گفت مستند بی بی سی رو دیدی گفتم نه رفتم سرچ کردم دیدم 28 دقیقه بی بی سی مستند درست کرده بود در مورد نیرو هوایی بود چند ثانیه‌اش هم محمود اسکندری بود عکس خود حاج محمود اسکندری هم نشون میداد اتفاقا اون عکس گفتگو ما تو خبرگزاری هم بود بعد رفتم کامنت های زیرش رو دیدم سازنده و مستند آقای حسین باستانی الان تو بی بی سی خبرنگاره و من واقعا تا قبل از این ماجرا اصلا ایشون نمیشناختم. و یه درفت بودن کامنت گذاشته بودن که آقای باستانی دست در نکنه داری قهرمانه ما رو به ما میشناسونی و خیلی گفتم ای بی انصاف کامنت گذار آخر بابا معلومه دیگه قصد و نیت مشخصه حالا میگن الامالو به نیات خبرنگار بی بی سی حقوق بگیره ملکه است مال پادشاه بریتانیا است اگر اومده از محمود اسکندری داره حرف میزنه واقعا دلش برای محمود اسکندری نسخته دنبال یه گزن یه چی میگن بهانه‌ای بوده جمهوری اسلامی رو بزنه من که اینجا دارم کار میکنم اگر محمود اسکندری رو معرفی میکنم واسه ظلمیه که بهش شده و میخوام جایگاه واقعی این قهرمان به این خودمون تبیین بشه تو رفتی اون کامنت گذاشتی از اون دیگه تشکر میکنی خندم گرفته بود حالا این دوستان رسانی از این صحبت ها بود این دشمن رو داشته باشید این روبروی ماست بی بی سی حالا درد دل من از اینجا شروع میشه یه عده دشمن داریم در داخل که یا خیلی نادونن یا خیلی زرنگن نفوذیان. من به شما اینو بگم که چه روزهایی بوده به خاطر گفتگوهام با خلبان ها و اینکه این پروژه ادامه پیدا بکنه چقدر هرس خوردم و دیگه واقعا اجزایی تو صورت من نبوده که تیک نگرفته باشه نپره همین هفته پیشم هم این اینجا ابرو میپرید اینجا با هم دیگه این اینجا لپم اینو میپرید از هرس و عصبانیت یه مقام بالادستی برگشت به من گفتش که من کشید کنار گفت آقای وفای این گفتگوی خلبان رو دیگه ادامه نده بریم جدی مثلا مثل ابلاغی میمون گفتم ببخشید چرا گفت زیاد داری میگیر اینا رو دیگه نگیر زیاد شده من اصلا بهتم بود واقعا من همجوری خوشکم زد بعد چند وقت بعد توی جلسه همین دوست عزیز داشت صحبت میکرد استنباطش رو ببینید گفتش که وقتی بی, بی سی داره به خلبان ها میپردازه ما هم به پردازیم برامون هفت در میارن یعنی ما نفوذی هستیم حالا من با یارو بحث نکردم خواستم بگم بی بی سی بعد از من اومد اون کارا رو انجام دادین چه استنباطیه اون داره کار میکنه ما هم بریم سراغ یه موضوعی یعنی مثلا ما دنبال رو اون هستیم این آقا با این استنباط داشت من گفت پرونده خلبانا رو جمع کن حالا دست خدا بالای دست دستاس به نظر من این گونه افراد هستن در رسانه ها متاسفانه حالا آقایون صحبت کردن گفتن که بعضا نمیخوان زحمات خلبانا دیده بشه شاید هم یه همچین قصد و من نمیدونم ولی این قصد شیطانیه به نظر من الهی نیست منشأش من به عنوان یه خبرنگار یا یک مستند نویس و مستند پجو وقتی می‌بینم این اتفاقات افتاده نامردم اگر نیام به مردم نگم به نسل بعدی نگم و به همین بچه خودم که اینجا داره بین شماها داره میپله که و من همیشه خواستم که اینطوری باشه یعنی الان خانم خودم تو این برنامه است پسر من تو این برنامه هست، این ماجرا رو بردم داخل زندگی خودم و پسر من الان با اینکه پنج سالشه اف4 و 5 خیلی خوب میشناسه هواپیمای روسی رو خیلی خوب نمی‌شناسه آمریکایی‌ها رو بهتر می‌شناسه در واقع حالا من این ماجرا رو بردم داخل زندگی ببینید ما با چه وضعیتی طرف هستیم در واقع همه یا این تلخی های ایرانی بودن برای من شیرینه نمیگم تلخی میگم تلخی‌ها ها و شیرینی با هم دیگه در واقع ممزوجه چون در میدان جنگ هستن و دارم میجنگم به قول اون دوستانی که کامنت گذاشته بودن ما در حال یک جهاد هستیم و واقعا بهش اعتقاد دارم اما همه اینا رو گفتم مقدمه برسم به نماد ایرانی ها ایرانیت یه زمانی رستن بود هنوزم هست سری اسطوره و افسانه ولی من یه سری آدم واقعی میشستم که افسانه و اسطوره نیستن خلبان ها اینا نماد ایرانیت هم من می‌خوام از اینا بگم از این،, از این آقایون از این قهرمان ها خواستم بگم حالا یه چیزم بهتون بگم یکی درست پیش با عزیزی بحث می‌کردیم. پدرم هم هست اون عزیز بود و پدرم صحبت می‌کردیم. سر همین خوردن و فشار اومدن به قلب و اینا داشتیم صحبت میکردیم گفتن که آقا تو یه ذره اینجوری نباش گفتم چه جوری گفتن تو زوم میکنی روی ماجرا تو ول نمیکنی یه ماجرا رو گرفتی ولش کن رها کن بذار بره این اذیتت میکنه عصبانیت میکنه یه فکری کردم گفتم خب ببین این خوبیایی داره بدیایی داره اگر اینطوری نبودم این کتابا درست نمیشد محمود اسکندری این گفتگوها این زوم بودنه میدونین هم اذیت هم میکنه از جهتی یعنی هم به قلبم واقعا فشار میاد همون تیکای سر و صورت و اینا رو میگیرم هم از این جهت میبینم خوبه در جهت همون مبارزه هست پس اب نداره اینم من دوست دارم میخوام اذیت بشم و به اون دوستانم گفتم گفتم اذیتی اگر هست برای منه فشار داره به من میاد به اطرافیانم منتقلش نمیکنم حالا این چیزی که اون دوستمون میگفت گفته زوم میکنی روی چیزی و به خورد وجودت میره جناب صمدی اینجا تشریف دارن آقایون و بقیهشون واقعا آقای قادری جناب صمدی هر کدوم تلفن من زنگ میزنه تو خونه صحبت میکنم واقعا جدی میگم جناب صمدی من دراز میکشم نه میشینم به احترامتون حالا یه حالت خبردار طوری میگیرم من نظامی نیستم ولی یه بار آقای صمدی تلفنی به من اینطوری که گفت وفایی تو اگه شاگرد من بودی خلبان خوبی میشدی آقای صمدی باورتون نمیشه این حرفا که زدین من رفتم مثلا توی یه هوای عجیبی گفتم چی میشد آیس صمدی معلم من بود من می میشدم یکی مثلا مثل محمود اسکندری بعد اصلا رفتم توی حال به قول رفتم تو رفتم توی حال و حالا میگم واقعا همیشه آیس صمدی رو من به چه فرمانده خودم دیدم آهنگران شهر میخوام میگفت اگر دیر آمدم مجروح بودم من مجروح نبودم سنم کم بود یه ذره دیر رسیدم ببخشید ولی خیلی دوست داشتم شما و بقیه آقایون واقعا یه زمانی فرمانده من بودین و من در رکابتون می‌جنگیدم حالا میگم همه این عرایزم مقدمه بود برسم به اصل صحبتم که چرا من اذیت میشم چرا به قلبم فشار میاد چند روز پدرم گفتم تلفنی گفتم که سر همین اذیت و آزارایی که میکنن تو دعا کن این قلبه سکته نکنه یه گوله چیزی بخوره من دوست دارم کشته بشم برای کشورم نمیخوام سکته بکنم از دست این گریگوری ها بعضی از این مسئولین که واقعا من بهشون میگم گریگوری حالا چی میشه که قلب درد میگیره من معذرت میخوام یه ذره بی‌تاروف میخوام صحبت بکنم الان هممون از یه حدی از رفاه در خونه هامون برخورداریم طبقه متوسطیم تقریبا شما فکر کنید که شب تو خونهتون در نهایت آسایش گرمایش همه چی فراهم الان زمستون کلید چراغ رو میزنید میرید دستشویی یا میرید هموم من اینجوری اذیت میشم آدارم دارم واقعا باتون در دل میکنم میرم هموم میبینم که خب این شیر آب گرمه این شیره آب سرده میتونی وسط تنظیمش کنی ولرم باشه یا با آب ولرم دوش بگیری یا با آب سرد یا با آب گرم هر جور که راحتی ولی خاطرات آقای قادری رو میخونم یا بقیه خلبانایی که اسیر بودن رو میخونم یه دوش گرفتن راحت نداشتن اینا من اینجا عمرن گریه نخواهم کرد چون گریه تو خونه گریهامو کردم جلوی شما بغضم نمیتری که و گریه نمی کنم سختم از همین که خودم نگه میدارم یه خاطره ای آقای قبادی دارم من واقعا آقای قبادی رو حالا میگم آقایون خلبانا رو فرمانده خودم میبینم آقای قبادی از من جلوترم برادر بزرگ من هستن در زمینه کاربر خلبانها کتاب خلبان صدیقو خوندم آقای قادری همون خاطره که منو به شما گره زد واقعا خانمم میدونه دو شب داشتم خاطره رو میخوندم شب زشته تکریت که قانون عراقی این بود که پنج شب یا هفته بعد از ظهر نمیدونم در آسایشگاه رو میبستن اینا تا فردا که درها رو براشون وا بکنن اجازه دستشویی رفتن نداشتن و بعد یک بار از قصد یا چند بار از قصد مسمومشون کردن مبتلا شدن به اسهال خب اینو الان به هر کی بگیم میگن حال حالمون به هم نزن بابا دیگه کت شلوار پشتیم رسمی پا شدیم اومدیم اینجا یه ذره مراعات کن زشته من مراعات نمیکنم میخوام اونطوری که من درک کردم یه ذره شما هم بف... اینو با جونتون درک کنید چون حالا رفیقم هم, هم تو جلسه است ما اهل تئاتریم من بازیگر و کارگردان تئاترم درسشو خوندم مثلا یه وقتی میرم توی حال و هوای این خاطره ها اینا رو میخونم دیوانه میشه آدم دیوانه میشه دو شب من این خاطره رو خوندم همون لحظه ریکوردرم همینم بود برداشتم شروع کردم خانش کردن ضبطش کردم و جالب بود توپق هم نزدم با یه برداشت گرفتمش و بعدم اون کلیپی که شما در واقع شنیدید تهیه شد چند بخیه بارم خودم واقعا هنوز میذارم تنهاییام گوش میدم و با باهاش گریه میکنم با اون خاطره شما همه این اسرا رو مبتلا کردن به اسهال و فقط یه گوشه‌ای بود فکر کنید تو همین یه گوشه‌ای که پرده پشتشه و یه سطل و 20 نفر آدم اسیر و چاره ای نداشتن و بعضی از خلبانایی که ما الان به عنوان گرد و پهلوان میشناسیم اونجا از همدیگه خجالت کشیدن و گریه کردن گفتن آبرومون رفت من با این خاطره زندگی کردم قلبم درد گرفت تیک گرفتم واقعا از این خاطره زیاده حالا آقای علی مرادی ما اخیرا در خدمتشون بودیم ایشون هم از اسارت میگفتن من هفته پیش در خدمت یکی دیگه از آقایون اسیر بودم خلبان فانتوم بود ان منتشر میشه میگفتش که اسارت سختیش برای ما کابل و کتک خوردن نبود میگفت این پوستمون قرمز میشد یا پوستش ور میومد بعدا درست میشد میرفت سختی اسارت اونجایی بود که رزیلتهای اخلاقیمون معلوم میشد اینا رو عموما نمیگن ما حالا میگیم میگیم آقایون قهرمان و اینا بعضی از اینا که برگشتن زندگیاشون اصلا پاشی طلاق گرفتن خانم رفته بود یا مثلا فرد اعصاب نداشت میزد زن و بچه‌شو اینا رو باید بگیم ما میگم ایناس آدمو اذیت میکنه وقتی میری داخلش این آقای اسیر برای من میگفت کاپیتان هواپیمای F4 میگفتش که رزیلت های اخلاق ما معلوم میشد چی میگفت نفری یه تشک جامون بود و بعد سر یه میخ دعوامون میشد میخ میخ برای چی که بزنیم این دیوار پشت سرمون که بالای تشکمونه کیستمون آویزون بکنیم بعد جدی میگم من یه وقتایی تو خونه میخوام برم دستشویی بعد به خودم میگم الان آب گرم هست آب سرد هست میخوام برم همون با خیال راحت دوش بگیرم یا همین الان من واقعا از آقای قادری خجالت میکشم ایشون اومدن بالا این همه صحبت کردن خدا وکیلی من هی نگاه میکردم ببینم پاشون اذیت نشه اگه لازمه بیام زیر بغلشون رو بگیرم آی قادری تو گچ بود کل بدن ایشون تو گچ بود بازجویی شدن عراقی ها بازجویشون میکردن. و بعد همین الان هنوز با عوارض اسارت دست به گریبانن یه هفته دو هفته ممکن است خونه بیرون نیان همینجوری افتاده باشن خب این یقه ای منو میگیره این فکره با خودم میگم که تو شرف داری ببین این آدمه به خاطر تو اینطوری شده تو الان سالم اومدی دست و پا درد نمیکنه یا آقای عتیقی که الان تو این جلسه نیستن مهره های کمرش آقای غلام حسینی قرار بود اینجا جزء سخنرانا باشن عمل جراحی داشتن نتونستن بیان یا کتاب محمود اسکندری اینجا رو نمایی کردیم آقای قره رو همتون دیدین دستشون تو آتل بود تو گچ بود دستشو چندین بار عمل کرده کمرشو چندین بار عمل کرده یه هشتکی داریم تو فضای مجازی این چیزای قدیمی رو میذارم میگه نمیذارم یادتون بره من اون هشتکم من نمیذارم یادتون بره یعنی عمرن اگه بذارم یادتون بره و بعد حالا بخوام بحثم رو جمع جور بکنم باز دارم میگم ببینید پسر من اینجا هست الان تو این جمعه خواستم با این فضای بزرگ بشه یه وقتای زیادی تو ماشین ما همون موسیقی همایون شجریان رو گوش میدیم ای در رگانم خون وطن ای پرچمت مارا کفن میخوام این تو کلش باشه این آهنگه اگر جایی شنید براش آشنا باشه یه ذره که بزرگتر شد مثلا بگه ما بچه بودیم میشیدیم ما خوشش بیاد از این آهنگه و حالا یه عده میگن که نمیدونم این کار اشتباه بچه تو جنگ طلب بار نیار خشن بار نیاد و اینا مرب... خودش میگفت بچه هم همچه راست میگن دیگه میگفتش که مربی مهد کودکشون نمیدونم حالا خال مریم خال نسرین که میگفت به من گفته که تو ما رو دیوونه کردی با این خلبان ها هر روز توی مهد کودکشون عملیات بمبارون با داره میره اسرائیلیا و عراقی ها رو بمبارون با میکنه این هم بهتون بگم حالا من یه مدت زیادی تو خونه مثلا تو تلویزیون حمله به ایسته و اقاب رو براش میذاشتم و بعد این چیز میکردین ماکت های هفمار برمیداره موقع که بمبارو رو میزنه شروع میکنه مانور میده و اینا میگه بابا تو هم بعدو بیا بازی کنی و صبحام که مثلا میبرمش محته کودک با موتور میرین میشینه جلو اون میشه کابین جلو من میشم کابین عقب میگه بابا بریم مامانو بمبارون بکنیم مثلا داستان داریم هر وقتم که تصویر جعفر دهقانو نشون میده نقش آقای براتور بازی میکرد میگه بابا این منم یکی از دوستانم میگه میگفت نذاری بچت خلبان بشه ها. شغل خوبی نیست گفتم انتخاب که با خودشه ولی من اتفاقا تشویقش میکنم بشه می‌خوام به کشورش خدمت بکنه و می‌خوام که یه بچه با باشه یه ایرانی باشه طبق با همین چیزی که اینجا نوشته این شعاری که من ایران را دوست دارم نه به صورت شعاریش امیدوارم همونطوری که توی گوشت و پوست بنده رفته توی گوشت و پوست این آقای کوچولو هم که ایران الان اینجا هست بره یه نکته هم بهتون بگم حالا ما اخیرا رفتیم همین جشنواره فیلم فجر آها اینم یادم رفت بهتون بگم من با آقای هم صحبت کردم ایشون هم اسیر بودن نتونستن بیان ایشون هم بیمارن الان شهرستان دعوتشون کردیم ایشون میگفتش که ما تو اسارت عدالت رو یاد گرفتیم مساوات رو یاد گرفتیم میگفت یه خیار به ما میدادن با تیغ ژیلت مثلا سی نفر بودن میگفت اینو به سی قسمت مساوی تقسیم میکردیم اینا اینا باعث افتخار من میگم بابا اصلا ببخشید گور بابای گرونی یا هر مشکل دیگه ای کدوم مملکتی این افتخارات و این خاطراتو داره از هر کدومش میشه 200 فیلم سینمایی درست کرد حالا تو خونه بودیم چند وقت پیش مادرم گفت فکر کنم آخرش خودت بعد نقش محمود اسکندری رو بازی کنی حالا توی نمایش رادیویی که بازی کردیم اگر توفیق باشه سینمایی هم در واقع بازی میکنیم ما اخیراً همین جشنواره فجر امسال رفتیم با خانم فیلم شهید شیرودی رو دیدیم آسمان غرب از اول تا آخرش من با گریه فیلم رو دیدم یعنی برای خودم عجیب بود صحنه عادی بود اصلا تراژیک نبود داشت راه میرفت شیرودی من اینو با گریه نگاه می‌کردم یه سری صحنه‌های خیلی تراژیک و اشکی داره حالا در مورد بنی صدر و رئیس جمهور و اون موقع است در واقع که بی کفایتی داشت اینم بگم حالا توی یوتیوبی که از مخاطبا برای من نوشته بود که آقای وفای حرفات خوب بود ولی توقع نداشتم در مورد بنی صدر اینطوری حرف بزنیم من یه کتاب دیگه کار کردم خاطرات آقای ذوالفقاری حسین علی ذوالفقاری ایشون هم اسیر بوده ان به زودی میاد بیرون زندگی ایشونه اینم بگم یه اسم ببرم از یه دلاور مرد بزرگ که آرزوم باهاش حالا مصاحبه بکنم که هیچی اصلا خیلی دور از دسترس ببینمش از نزدیک جناب قاسم پورگلچین که بهش میگن قاسم گلچین فرمانده پایگاه همدان بوده در شروع جنگ آقای ذوالفقاری میگفت میگفتش که با جناب آرام هم صحبت کردیم ایشون میگفت قبل از جنگ توی اون تابستون 58 تابستون 59 تحرکات مرزی رو ما گزارش میکردیم خود جناب آرام گفتم منم جسارت میکنم میگم مسئولان اون موقع بودن یعنی میگفتیم آقا دارن سنگر میزنن فلان میکنن میگفت نه جنگ نمیشه اتفاق نمیفته گزارش کردن و رسیدگی نشد حالا یه جا فیلم شهید شیرودی به یه دختر تجاوز کرده بودن روانی شده بود مادرش نمیذاشت کسی نزدیک بشه با لباس نظامی شیرودی کت پوشید رفت جلو و اینها حالا همه اهل سینما حالشون دیگرگون بود منم هم گریم گرفته بود و وقتی داشتم فیلم رو به این فکر کردم گفتم تو هر دقایقی که تعلل شد نذاشتن نیرو برسه به مرزا و مقابله بکنه اگر کسی کشته شد اگر به کسی تجاوز شد برای دقیقه به دقیقش باید جواب بدن خیلی سخته خیلی سوال چه چجوری میخوان جواب بدن آقای گلچین رو میگفتم خدمتون آقای زلفقاری خاطرش برای من این بود اینو در جواب اون عزیزی میگم که به من گفته بود اینجوری نگو بنی بی و فلان و اینا میگفت آقای گلچین توی پایگاه همدان این برمبر میرفت دستش زد و پشتش فوش می داد. میگفتش که بحث استراتژی زمین و زمان بود که زمین بدیم زمان بگیریم میگفت این سه نقطه این فلان فلان شده چطور نمیفهمه که اگر یک کیلومتر بدیم برای پس گرفتن اون یک کیلومتر باید هزار تا گلمون پرپر پر بشه این لفظ خود آقای گلچینه که گفته بود گلمون باید پرپر پر بشه ایران خیلی عزیزه دیگه میخوام چند بندی بکنم با وجود همه سختی به نظر من ایرانی بودن مساوی با باشرف بودنه ما دروبرمون کشور اسلامی زیاد داریم ولی بیشرفن تعارف نداریم امام خمینی هم خیلی در موردشون صحبت کرد حکام عربی که حالا این اتفاقاتی که الان تو غزه داره میفته تازه نیست قبلا هم افتاده اینطوری آدم کشی عجیب غریب نسل کشی اون موقع هم بوده دیدن هیچی نگفتن ولی من خوشحالم ایرانی هم این جنگه این هشت ساله تو تاریخمه و با وجود همه مشکلات و بی ها و دزدی هایی که داره در این کشور میشه یه بخش درخشانی از تاریخ کشورمونه و میتونم بهش افتخار بکنم امیدوارم که پسرم هم که دیگه الان خسته که خوابش برده یه <laughs> روزی بتونه این حرفا رو واقعا با اعتقاد نه به صورت شعار بزنه من واقعا خوشحالم خیلی حس خوبی دارم واقعا افتخاریه تک تک آقایون اومدن ایشالله عمری باقی باشه شما هم دعا بکنید که من حالا نه قر... در واقع درگیر غرور و کبر و اینا بشم که این کارا رو من دارم انجام میدم نه اون مشکلات و اون گریگوریا برام مشکل به وجود بیارن وسط راه هم باشه بتونم اه... تا انگیزه دارم و تا نفس دارم برای کشورم کار بکنم آخرم از حرص اون گریگوریا نه یه گوله ای چیزی به ما بخوره چون این دوست من که اینجا نشسته عباس آقا پدرش مهمور نیروی انتظامی بوده قاچاقچیا کشتنش تئاتریه ما با هم دوست بودیم تئاتر کار می‌کردیم یه جمله قشنگ داره من کپی رایت را رعایت می‌کنم نمی‌دزدم ازت باباس این جمله مال اینه با هم دیگه که صحبت می‌کردیم میگفت آقا ما زدن زدنا اینا میگه آقا مثل قدیمی ها میگه ما میگیم بابا این میگه آقا بعد یه جمله داره من حرفمو با این جمله تموم می‌کنم میگفتش که گوله مال مرده متشکرم